هر دو یه ور این همون فاکتور گرفتن. خدایا مرسی ازت، چاکرش میدی. بله این از این بچه ها. یه بحث خیلی مهمی که وجود داره بحث توان در ماتریسه عزیزم. بحث توان در ماتریس، توان در ماتریس جزء مهم ماست. بیشترم بحثمون توانهای بالا، توانهای سه به بالا، توانهای بزرگ هست. مثل توان شیشی که حساب کرده بودیم. شما وقتی توانهای بالا رو میخوای حساب کنی بچه ها، اول میای به توان دو میرسونی. اول به توان دو میرسونی. ببینی از توان دو چی گیرت میاد. چیزی گیرت اومد فبها حل میکنی. نه نهایتا توان سه. یه سری جام یه سوال من تو جزوه گذاشتم. توان سه هم نه مستقیم از دو چهار رو حساب میکنیم. خب همون یه جا. یعنی کلن استراتژی اینه که شما اول توان دو بعد توان سه بعد ببینی که چجوری میشه. حالا شما وقتی ماتریس رو به توان دو میرسونی ممکنه این به این موارد برخورد کنه. ببخشید گلوم گرفت. خب چه جوریه؟ اینجا رو دقت کن. آقا اگر آ دو مساوی آی بشه، تو ماتریس رو به توان دو برسونی حاصل بشه همانی. این حالت حالت ایدئالیه. اون وقت آ به توانهای فرد آ به توانهای زوج آیه. پس چی شد؟ مثلا اگه آ دو بشود آی، آ نه آیه، مثلا آ شیش آی. بعدی اگه آ دو مساوی صفر بشه، الان گفتیم بهش میگن پوچ توان، آ اون وقت به هر توانی صفره. و اگر آ دو مساوی آ باشد، ها خود توان، توان دو بشه خودش، واضحه که بقیه توانان میشه خودش. اگر آ به توان دو مضربی را باشد، اون وقت به یه توان دیگه بخوای برسونی اینجوری میشه. بچه ها اینو می نویسی، توانش یه دونه کمتر میشه. نگاه کن چجوری. مثلا مثالشو ببین. بفرض شما آ دو رو حساب کردی شد سه آ، بعد بهت میگم بیا آ هفت رو حساب کن. میگی باشه، سه آ رو می نویسی، توان سه یه دونه از هفت چیتره بچه ها کمتره. مثلا آ دو رو حساب میکنی میشه شیش آ، بعد بهت میگن آقا آ به توانه 20 رو حساب کن. میگی باش، 6 آ رو مینویسی، توان 6 یه دونه کمتر میشه چند؟ 19. این از این موضوع که خدمت شما گفتم. فعلا تو توان رسانی ها اینا جز خوبا بودن، حواستون بهش باشه، بلد باشید این نکات رو تا بریم سراغ الباقی ماجرا. به تست شماره بچه ها 12 لطفانی توجه بفرمایید. تست شماره 12 لطفانی توجه بفرمایید. آ رو داده میگه آ هفت منهای آ چهار کدام است. خب بچه آ هفت منهای آ چهار من چی کار باید بکنم؟ اول باید آ رو به توان دو برسونم عزیزان. ببین من آ رو به توان بی خبر از همه جا، آ رو به توان دو میرسونم. دو منهای یک، سه منهای دو، در دو منهای یک، سه منهای دو، این مساوی می شود با بچه ها. ببین سطر اول در ستون اول، چهار منهای سه میشه یک. سطر اول در ستون دوم، منهای دو دو میشه صفر. سطر دوم ستون اول، شیش منهای شیش صفر، دوم در دوم میشه یک. عالی شد، عالی شد، آدو شد آی، همان چه که من میخواستم. پس توان فرد میشه آ، توان زوج میشه آی. پس سوال آمنای آی رو میخواد. آ چنده؟ دو منهای یک، سه منهای دو.
بازم اینجا اضافه کاری ممنون. 1001. یه نگاه به گزینه ها میندازم. میبینم بچه ها مثلا اینو 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 این با هم فرق میکنم. بس فقط همین رو به دست میارم. منهای یک منهای یک منهای یک. پس گزینه درسته که این منهای یکه. بیا گزینه دو میشه جواب سوال شما. و چقدر خوبه ماتریس خدا وکیلی. چقدر خوبه. چقدر